تا حالا فورتزا هورایزن رو توی دنیای لگو تصور کردین؟ اشتباه نکنید، راجب DLC لگو فورتزا هورایزن 4 من صحبت نمی کنم، دارم راجب یک بازی جدید و خلاقانه و خفن صحبت می کنم. فورتزا هورایزن در دنیای لگو به نظر من چیز جذابی میشه. در ادامه این ویدیو با من همراه باشین تا یه بازی خیلی خفن رو میخواییم شروع کنیم. خیلی خوش اومدید به چنل دمشیف و من علی هستم. در کنارتون با یک ویدیو، اولین ویدیو از بازی LEGO 2K Drive، یک بازی خیلی خفن، یک ریسینگ جدید به نظر من و خلاقانه، یک نوآوری تو دنیای ریسینگ به نظر من. و یه خبر خوبم هم اول ویدیو بهتون بگم، این بازی توی اشتراک گیم پاس همین الان میتونید بزنید دانلودش کنید، فرق نداره چه PC دارین چه Xbox، کافیه Xbox گیم پاس داشته باشین. LEGO 2K Drive اونجوری که من گیم پلی اینو شنیدم یه جورایی میشه گفت ترکیب Need for Speed و Forza Horizon توی دنیای لگو، ولی با نوآوری‌های خودش. یعنی که حتی شما ماشینای لگویتون رو هم میتونید خودتون بسازید، ماشینای جدید خلق کنید و خیلی چیزای دیگه که توی گیم پلی میبینیمش. من این قوانین و این چرت و پرتا رو یه لحظه اکسپت کنم، فقط این چیزا رو خلاصه رد کنیم که در ادامه بازی شروع کنیم. خیلی خب، ما الان توی منوی بازی هستیم، یه منوی خیلی خوشگل و بامزه است. یه ذره نمیدونم چرا منوی بازی من یاد بازی فورتنایت میندازه. نمیدونم کدوماتون کلا بازیهای لگو، نه ریسینگ، بازیهای لگو بازی کردین. من خیلی بازی کردم لگو DC سوپر ویلن، لگو بتمن، لگو بتمن دو، لگو مارول. واقعا بازی خفنی 2K میسازه توی بازیهای لگو، توی ژانر لگو، و من دوستشون دارم. من پلی رو زدم. الان ما فقط بخش استوری رو اینجا داریم، کاپ سیریز داریم که فکر کنم یه جورایی چمپیونشیپ باشه، و این ریس عادیه، تایم ترایل که تایم میزنیم. مینی گیم نمیدونم چیه، فکر کنم مینی گیم های لگوی که خیلی جالبه، و آرنا گیمز که فکر کنم چیز شبیه به بتل رویال فورتزا هورایزن باشه. ولی ما با استوری لگو شروع میکنیم. این بازی اونطوری که من تحقیق کردم اوپن ورلد و خیلی چیز خفنی قرار باشه. خیلی خوب، یه اخبار میگه سلام ایوه، یادم میگه من پارکر کارتم. داستان امروزمون، شما داری سری رانندگی میکنی، خیلی خیلی سری داری رانندگی میکنی. اوه چه گرافیک جالبی هم داره. میگه شما چیزهای مختلف میسازین، شما چیزهای مختلف رو میشکنین و شما اینو میخواین. چیو؟ The Sky Trophy. آها، همه دارن تلاش میکنن، ماشین میسازن یا غیره که بتونن این جایزه رو بگیرن. یه چی مثلا مثل کاپ پیستون توی دنیای ماشین ها. Sky Cup Grand Prix. Grand Prix Sky Cup رو داریم که همه میخوان خب قهرمان شدیم تو. اوکی. میگه راننده ها دیوونن و راننده های خیلی سخت شدن. اوه، مثل اینکه ضرب مروم داریم تو بازی. این فکر کنم قهرمان تمام این سریا بوده. میگن هر کسی که میخواد قهرمان شه باید از پس ایشون بر بیاد. این آقایی که تو ماشین سرمی اسم شادوزیه، میگه که من دهن تو صاف میکنم یه جوری که اصلا اسم تو خطری برای من نباشه. به یه دلیلی اون فکر کنم مایم، اون بنده خدا مایم. اوه میسیجه شبیه کامارو به ماشین یه کرده داشت. این بود قهرمانتون این که نابود شد. ریسینگ تیم ایکس پیک شات درایور ناو کاریزماتیک مینر هو ترینز روکی ریسرز ویچ از لاکی فور یو اند کانوینینت فور دی استوری. وی اسمل ا هندلینگ اینا رو یه تست کنم. برای یک بازی لگو این هندلینگ زیادی خوبه، نه چپ و راست شدنش رو صرفا نمیگم. نمیدونم کدوماتون بازی های لگو رو بازی کردیم، ولی این گرافیک و این هندلینگ که من دارم میبینم خیلی نرمال و خوبه. آفرین داره، آفرین. این مسیر رو داریم میریم. به نظر من منطقیه. او ماشینا اون عوض شده اینه کو. به نظر من منطقیه از این بازی حمایت کنین تا ویدیو براتون بسازم، چون بازی خفنی میخوره باشه. یه دریفت داریم میزنیم. فیزیکا برای بازی لگو خیلی خوبه. این نیترومونه. اوکی و اوکی. این سمت چپ. آها با چی؟ آه ماشین عوض شد. آره همون ماشین خودمون برگشت، همون شد فعلا.
بخریم. اینجا جای اوپن ورلد ماست، جهانبازه، میتونین راحت بچرخین هر جایی که دلتون خواه. حالا نمیدونم آنلاینش هم اینجوری نه، ولی استوریش که جهانبازه. و این وسط هم بگم اگه تو الان چنل منو سابسکرایب نکردین، خیلی خوشحال میشم که به چنل ما بپیوندین. بازی ریسینگ ویدیو میگیریم، فقط ریسینگ مخصوص ماشین بازاست، فرق نداره شبیه ساز مثل اسلت و فورس یا فورزا موتور اسپورت و فرمول 1 یا یه بازی فول آرکید و فانتزی مثل این فور اسپید. رو همه چی هست توی این چنل. سعی میکنم بیشتر بازیایی که مربوط به ماشینا رو همشون رو پوشش بدم در حد توانم. خلاصه دکمه لایک هم بزنین حتما بچه‌ها، حمایت رو بهتر کنین. لایک رو همین الان بزنین، کلا 2 ثانیه وقت نمیگیره. ولم کن الان یه لحظه من اوکی فکر کنم کاراکترمون رو بعد اینجا انتخاب کنیم. دیفالت دود، دیفالت دایانا، دیف بتی بوست، و آقای اوتوپایلت، اسمش اوتوپایلته. من این از این اوتوپایلت خوشم میاد. اگر آره گفت اگه میخوای ظاهرتو عوض کنی تو لود اوت، تو بخش لود اوت عوض کنی. خیلی خوب بوده. میگه بیا بهت یاد دادن چجوری دریفت بزنی. اوه کلی با ما کار دارن همه. خیلی خوب، این الان جهان بازه. این مپ بازیه همینقدر کلا. فکر کنم اینجاها رو نه، اینجاها رو باز میکنیم. ببین این ابرا رو میبینید، هنوز اینا باز نشده. ولی اینجا دقیقا مثل فورزا هورایزن، مثلا فستیوال اصلی اینجاست و این جاهایی که ابر رو ما هنوز باز نکردیم. اوکی این چیه؟ اینو داره مثلا ماشین رو درست میکنه. اسم یکیشون کلاچه، میگه برو با کلاچ صحبت کن تا درستو یاد بگیری. اوه ولی یه لحظه من میخوام اینجا هست بچرخم ببینم چیه ماشینا رو اینجا. دوربینم تو این بازی میشه عوض کرد؟ آره میشه. اول شخص علی، اول شخص نداره. ناراحت شدم. وای چیکار میکنه؟ اوه میپره، ای نیترو میزنه. دکمه ایکس چی؟ آها دکمه ایکس ترمز دستیمونه، دکمه بی هیچ، دکمه بی کاری نمیکنه. ولی چیزی که جالب هست، شما با این ماشینی که برای خیابونه برید توی آفرود، خودش اتومات سویش میکنه رو آفرود. خیلی جالبه ها. و حتما فکر کنم توی یه بخشی بتونین ماشیناتون رو بگین، بسازین، بگین کدوم ماشین برای کدوم مفروشه. من فعلا با این دوستان صحبت نمیکنم، میریم سراغ ایشون. اینجا تصویر اوه ببخشید معذرت میخوام، یه ذره هندلینگ رو گیر کردم. بریم با این صحبت کنیم، دریفت رو یادم اومده. بعد از اندازش تو این بازی دریفت سخت نیست خودمونی. خب میگه وقتی داری رانندگی میکنی این پیچیدن رو نگه دار و ترمز رو تا بتونی دریفت بکشی. دقیقا یه جورایی شبیه به نید فور اسپید میدم. آقا ترمز رو نگه دار بپیچ. آها بیا دارم میکشم. آلکان دریفت کشیدن توش خیلی ساده است. شما فقط ترمز رو نگه دار با دکمه پیچیدن رو، همین، هیچ کار دیگه نمیخواد. یه ذره کنترل کن فقط واسه، خیلی ساده است، خیلی هم جالبه. برای بازی لگویی واقعا این چیز خیلی خفنه و نوآوری تو ریسینگ خیلی باحال. من دوست دارم، من داره خوشم میاد بازی. همین اول داره بازی منو میگیره. تو ما تمرین انجام دادیم 40 دلار، 40 دلار نمیدونم پول واحد پول لگو گرفتیم. اونا به اینجا خیلی خفم اتاقه نهید بودم کسی اینجوری دیگه میشه. حالا دروغ نگو دیگه. خب میگه شما بریک باکس به دست رو پیدا کردیم. بریک باکس میگه خب گفته برو تو آنکیز یوفوریوم، حالا اینجا یه چند تا چیز خفم بخر. و چیزای خفم هست خیلی، یه جورای اسلنگ رو صحبت کنیم. ما الان رقیب جدید داریم به اسم کلاچ ریسینگ تون. یه چی باید باش مسابقه بدیم یه چی. بعد میگه برو به سمت برج کلاچ تا باهاش صحبت کنیم. ولی من فعلا یه لحظه میخوام برم ببینم کجا ماشین میفروشه، من اونجا یه چکی میخوام بکنم. بس یه مپ رو بیاریم اینجا. اوکی دریفت آرکس، اینجا فکر کنم بچه‌ها بخش مسابقات دریفته. اینجا کلاچ تاوره، اینجا گاراژه. بیاین بریم اینجا. فست ترافل هم میشه کرد. آره فست ترافل اگه بشه که خیلی خوب میشه، چون ویدیو تایمش خب نمیتونم خیلی زیاد باشه. اینجا شما سلام علیکم. اوه مای گاد چه بامزه است اینجا. وایسا بابا دوربین یه ذره اذیت میکنه اینجا. اوه خیلی کیوت این چیزا، اینجا چه گرافیک خوبی داره. آخ بیرد بخش زدیم نابود کردیم، عصبی هم شد. بخش اینجا قضیه چیه؟ رفتیم تو گاراژ. میتونیم به من دیده بودم که فیلش انگار حالا نمیاد، یا اسپورت یا اینکه ماشینتون رو کامل صفر تا صد بسازین قطعاتشو. میگه اگر میتونی فکرش کنی میتونی هم خلقش کنی. خب این خیلی خوبه، یعنی پس ما میتونیم یه ماشین رو صفر تا صد بسازیم اینجا، ماشین لگو رو. میگه چون اولین بارت اومدی اینجا هنوز زیاد چیزی بلد نیستی، نظر چیه فعلا رنگ ماشین تو عوض کنیم تا اینکه بخوای یه ماشین از اول بپوشی؟ منم موافقم. خب ببین ما الان داریم یک بخش کوچیکی از شخصی سازی این بازی رو اینجا با هم میبینیم. میگه شما به پوینت، میگه تو به پوینت تول نیاز داری توی تول باکس، پس برو بیارش. چش آها اینه، خیلی
اینجا بخش رنگه. یه بیا برای مثال همه جای قرمز و رنگشون رو عوض کنیم. بهت یاد میدم. میگه اینو بیار رو اینجا و آرتیو بزن. خیلی خوب زدم. سلکت. اوه حتی میتونیم این کار بکنیم متالیک باشه، مات باشه. چقدر جالب. میگه آر بیو بزن برو رو بخش متالیک. رفتم. اونها که ما داریم الان رنگو عوض میکنیم. اینا رنگای متالیکونه. این رنگ جالبیه. اینو دوست دارم. میشکشم خفنه. این کریچی. فعلا این رنگی میندازم آقا. انتخاب شد. نه فعلا. خیلی خوب. این فعلا یه بخشش بود که ما در واقع این ماشین رو چیز کردیم. رنگ کردیم. این کریچ. ولی اینجا ناکنیم کرییت داریم که یه ماشین جدید بتونیم بسازیم، ولی فعلا باهاش شروع نمی‌کنم چون واقعا میگم چیز خاصی بلد نیستم. او این قایقمونه. خیلی خوب توی آب برین قایق میتونیم داشته باشیم. خیلی حرف زنه. بخش کرییتور فکر کنم اینو ما میتونیم دانلود کنیم. نمی‌دونم آیا این به این معنیه که پلیرهای آنلاین میتونن ماشین بسازن و برای فروش بذارن. اگر اینم بشه خیلی جالبه، ولی فعلا دستکاری نمی‌کنم. فعلا اینا کافیه. ما میایم بیرون از اینجا. آره از گاراژ میایم بیرون. ما یه چیزای کوچیکی درباره اش گرفتیم، ولی هنوز اصلا نرفتیم ماشین بسازیم. من رنگ اینو سیف کرده بودم و ببین این الان چی شد قضیهش. ماشینمون عوض شد کیون. اوه میتونیم مثلا چند تا براش چند تا رنگ سیف کنیم، همینجوری بریم سوئیچ کنیم. چه جالب. حالا ما میریم توی برج دریفت کلاچ، برج کلاچ ببینیم که چی میخواد بگه به ما. اوه یه ذره بچه ها عجیبه دنیاش برای من. مکلارن بایست رو میبینم. پس ماشین های واقعی هم دارن توی این بازی از برند های مختلف. مکلارن من دارم آرم مکلارن اینجا میبینم. برای این کار نیاز به لایسنسه. پس این لایسنس مکلارن رو خریده. بایست رو میبینم. آی بابا منم که اینجا میچه دارم. ماشیناش به جز دریفت کشیدن خیلی آندرستیر دارن. این ماشینه رو چه خفنه. ولی فکر نکنم خودش باشه، نمیدونم، شک دارم. حالا بیا با این بدبخ حرف بزن چیه. میگه وقتش میبینیم که میتونی منو شکست بدی. میگه میذارم مکلارن رو ببینیم. اوه پس این مکلارنه. ولی چه مکلارنه؟ اونها برندش هم اونجاست، یعنی لوگوش هم اونجاست. چقدر جالب. میگه میذارم مکلارن رو ببینیم. دمت گرم. خب شروع کنیم. این فکر کنم مسابقه است بچه‌ها. مسابقه دریفت نیست و مسابقه عادیه. من راستش درجه سختی اینا رو چک نکردم و امیدوارم که نه زیاد سخت باشه نه زیاد راحت. خیلی خوب این داره آقای کلاچ رو به ما نشون میده. قرار آقای کلاچ رو شکست بدیم. حتما نگذارم مثلا کاری ندارم. من میزم دهن سرویس میکنم. مسابقه آنلاین هاشم اگر مشکل سروری برای ما ایرانی ها پیش نیاره خیلی باید کیف بده. به نظر من خیلی باید جالب باشه. مسابقه میخواد چون این ماشین ماه. نه اوه اوه مکلارن رو دادم خداش با این معلوم میبرم. کاری ندارم. مسابقه شروع میکنیم. الان داریم یه جورایی ریسش رو نگاه میکنیم ببینیم چی. اوه مثل ماریو کارت از این چیزا از این بیلبیلکار. نه الان چی بود زدم؟ خیلی شدم. چه دردی میخورد؟ الان قایق شدیم. که برو 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 دریفت بزن قایق. دریفت بزن اینجا دنیای لگوه. منطق نداره دریفت رو بزن. حالا میام اینجا آفراد و موتور چهار چرخ. ای کاش میپریدم اونو میگرفتم. یه ذره آشنا نیستم با بازی ولی عادت کنم. چیز خفنی میشه. برو 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 این چی کار میکنه؟ اوف موشک دارم تو صورت یک موشک بود چی بود؟ برو 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 به جان مکلارن اومد. آره مکلارن بیا برو. اخ یکی موشک زد دارم من خودمو. نمیدونم این چی کار میکنه راستش. فقط میدونم غیب میشه. وو برو برو موشک بزنم بهت. نه موشک همون تارنکه همون بود نمیدونم زدم ناکارش که همچه بود. چهارمی بچه هم مسابقه هاش خیلی راحت بسید. این چیه؟ آه سپر برای خودم باشیم. حالا نوبت اینه یکی رو موشک بزنیم. من منتظر موقعیت خوبه که موشک رو بزنم. اصلا مسابقه هاش اونقدر راحت نیست و این چیز خوبیه، یعنی چالش داریم. اوکی من میخوام برسم به نفر اول. این موشک رو زدم بهش. زدم بهش. حالا نوبت تارنکبوته. تارنکبوت رو یکی انداختم سرویسش کردم. این دفعه موشک مختزن چیه که دنبال میکنه رو هومینگ میساید اسمش نمیدونم چیه اونو زدیم به یارو. الان موقتی فعلا اولی شانس میاریم نزنن نترکوننمون. وای برو برو برو. من یه موشک دارم که قفل نمیکنه یارو، ولی باید به موقع استفادهش کنیم. برو مکلارن. حالا مکلارن شدیم. وای خیلی وسیله نقلیه سریع عوض میشه. چیز جالبیه. واقعا یه نوآوریه به نظر من تو ریسینگ. خیلی نوآوری جالب و خنده داریم. او دور دوم ما بردیم. باشه تو بود.
آشتون برد حالشو ببرین اولین. خب ما این ماشین رو برنده شدیم به عنوان جایزه، دست در نکنه ولی ماشین جذابی نبود. مکلارن هم میدادی سوال کنی این چی بود دادی؟ از مسابقه اول داره جایزه هام میده، لولمون رفت بالا. نه رفت بالا یه ذره بالا. الان دارم این صحنه رو میفهم زوم میکنم تو گرافیک ماشین واقعا خیلی جالب و خوبه. اینجا یه گزینه داریم به اسم ادیت برای این ماشینمون. آره فکر کنم این ادیت رو باید بزنم. رفتیم تو صفحه ادیت. خب اینجا بخش رنگ رو داریم. وای رو اگه بزنم چیه؟ واو چیز میز میتونیم بهش اضافه کنیم. نگاه کن قطعات لگوه اشمام، ولی چجوری هست؟ حالا بذار ببینم دیگه چیا هست. فعلا من از اینا نمیتونم براش بذارم، یعنی نمیخوام بذارم ریسک کنم. الان من نمیدونم پرچم و اینا رو اصلا کجا دارم، میترسم راستش. فکر کنم الان فعلا دست نزنم بهش بهتره. من میخوام ببینم آخه چیا هست اینجا. کاستومایز چی؟ آها اینجا میتونیم چرخش رو عوض کنیم. اینا الان نمیدونم حالا پولیه یا پولی نیست. مثل که لول ماشین رو میبره بالا. نمیدونم. اوه این چرخ رو نمیدونم چرخ کچوروه. چقدر تنوع داریم توی این بازی. اینا چرخ های آفروده بهش نمیاد دوستان. این چرخ رو براش میدازم. اوکی اینو انداختیم. اوه میتونیم چرخ های جلو و عقب رو جداگونه عوض کنیم. مثلا توی این ماشین خفن بسازیم برای درک که پشتش چرخش خیلی گنده باشه، جلوش چرخش خیلی کوچیک باشه. ولی خب بوغش رو فعلا دست نمیزنیم. موتورش انجین ساوند، میتونیم صدای موتور رو عوض کنیم. صداها رو با هم گوش بدیم ببینیم کدوم براش بذاریم. این صدای هواپیما میده، خوشم نمیاد. اینم زیاد خوشم نمیاد. این چی؟ نمیدونم این چی؟ این یکی؟ از این خوشم آن. این چیه؟ من اینو میندازم روش فعلا موقتی. سیکر ماشین میتونیم بندازیم؟ تاپ ریسر الان بزنم روش چی میشه؟ اوه این سیکر ماست. خب من چی دقیقا اون ماشین بندازم؟ کیو مرس؟ الان این زوم هم نمی... آه چرا با این زوم؟ اوه خودش اتومات میچسبونه رو ماشین هر جایی که دلتون بخواد. چقدر جذابه. اینجا میخوام. وای حتی رو این قطعه. خب من یه سوال میخوام اینو بچرخونم. او مای گاد خیلی جالبه. اینجا باشه تاپ ریسر. به اینجا دیگه بچه ما اینو اضافه کردیم. خیلی باحاله. خوشم اومد. خیلی خوب. بعد دیگه فکر کنم کارم با تمومه. من فعلا اینو سیف میکنم. خب نما کنین الان اون پرچمی که پرچم که نما اون برچسبی که بود الان رو ماشین من هست. خیلی جالبه. خب بریم یه چند تا مرحله دیگه هم بریم. الان مثلا اینو بریم ببینیم چیه. نمیتونم فست ترافل کنم. نه ایراد نداره تا اونجا میرم. الان براتون سوالی و من میخوام ماشین چجوری میشه خرید یا گرفت یا مثلا خودمون بسازیم اینا. یه زمان رو باید سب بشه. اوه چه ماشین اینا خفنه. اومدم این مسابقه رو برم بزن بریم. اوکی من دیدم اینجا باید یه چند تا چیز برداریم. این بار برو اونجا. خب آها یه فلر گرفتیم. بقیه شی آها یه جای دیگر داره بریم. ده باید سریع زیر تانو باید بریم اینا رو بردیم. فهمیدم. بریم کنار. اونو بردارم چی رو میگی؟ آها این رو میگی این آدم پولیس ها رو بردارم. اوکی برو روی ماشین روغن پس داده بود. روغنش رفتم ماشین زار خورد. خیلی خنده داره بعد ما. اوکی اینو رو باید بردارم. آره برداشتم. بعدی کجاست؟ دو تا دیگه موندن. بپرینو ماشالله. برو بایخ شو. این که خودش عوض میکنن رو دوست دارم راستش. مثل کرونی ها زیده دکمه بزنیم. برو اینم برداشتم. بعدی آخریش کجاست؟ سریع تا تایم تمام شد. 100 ثانیه داریم. خوبه بریم. فعلا داره مراحل خیلی ساده به ما میده. با بعضی چیزا ما رو داره آشنا میکنه. و اینم انجام شد. قایر شد بیا. اوکی بچه داریم میرون سراغ مرحله بعدی که نمیدونم چیه. این آقای همین کلاچ بود که بردیمش با ما کار داره. چی کار داری؟ حاجی یه مسابقه بیار. اوه میخواد ساختن ماشین رو به ما یاد بده. اسپورت کردن رو فکر کنم داشت. من این کار رو انجام دادم. پشمام یه جای جدید صحرایی برامون باز شد بچه ها. اوه این فورزا هورایزن گیم کلی چیز میز داره. مپ این بازی خیلی چیز میز داره. خیلی باحاله. اینجا هم یه گاراژ میگه الان داره فست ترافل رو یاد میده که خب ما البته اونم زودتر یه جوری پیدا کردیم. حالا نمیدونم این گاراژ هم چیزای اضافه تر داره یا نه، ولی من میخوام این دنیاش هم الان
چیز کنم، جستجو کنم ببینم چه جوریه، خیلی باحال باشه. باشه بعد کلی جاهای دیگه هم سانس باز نکردم. ما الان تازه بخش صحرایی مصر رو باز کردیم، اینجا بیگ بود کانتریه و میگه من سرزنش رو نمیم بگیم سوست اینجا رو میشه خیلی جایی خفن هم پشنگه بود. من یاد ماشین ها میندازه اینجا، جدی میگم رو یاد این کرانی ها هش مون اون یه جورایی ایستر ای بود، چیز کوچیکی زده بود به سمت رادیو توریسیت، وای خیلی خفن بود. من اینجا آزاد کن داداش. باشه باشه فهمیدم، هر حالا میرم برم بابا من میرم کو. خیلی خوب، مسابقه اول اینجاست زدم. منو بلم کن بلم کن یه لحظه من اینجا بچرخم. یا این مپ رو نگاه کن، این گاراژ هم مثل اینکه همون کار رو اون گاراژ انجام میده، فعلا بهش کاری نداریم. رقیب جدید داریم به اسم چیپ هاوزر. اوکی اینجا سپنه ماشینا رو بابا برو کنار، اینجا تعمیرگاهه. از این یه چرخ بزنیم بچه ها، از این تو بریم بیرون، بریم سمت مرکز شهرش مثلا. او ام پی سی ام پی سی ام پی سی تو خیابون بالاخره من دیدم. ای والا هواپیمام هواپیمام میدی یا نه؟ یه ام پی سی دیگه بهش بخورم چی میشه؟ تاکسی بود. ای آجی ماشینه به چوس بنده تراک استاپ. اینجا ایستگاه کامیون، ماشین سنگین باشه داشم نمیشه کامیونم داشته باشم بار بزنم براتون. بذار ببینیم الان ماما چی کار داره. خدا وکیلی آجی چی کارم داری؟ همین حرف میزده که مرسی خدا، فکر کنم کامیونم بتونیم بسازیم. خدا اینجا بوم بزینه، وای خدا وایسا چیزی رو نابود نکنم. همین چیزی رو سلام پرش کن، پرش کن جوون، پرش کن اجازی دایی خدافز من رفتم پر شد به رادیاتور اسپرینگز لگویی خوش اومدیم. وای من چند خوشگله اینجا، اینجا رستورانه. اوکی یه گاراژ دیگه دوباره، اتوبوس هم مدرسه. و فکر میکنم که تا اینجا یه ویدیو کافی باشه و خیلی از این بازی خوشم اومد. منتظر نظرات و فیدبکاتون هستم که اگر خیلی خوشتون اومد شما مثل من از این بازی که ادامش بدیم بچه ها داستانشو، ای حالا آنلاینش هم میریم اگه مشکلی نباشه، ولی همیشه به حمایتتون مسئله داری که من از این بازی چجوری استقبال میکنیم که من که ببینیم چند چندی با هم. اون ماشین رو هم باز کردیم، اون ماشین مدل هواپیمای خول تشنه رو. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو هم رو بودین، امیدوارم راضی بوده باشین. تا یک ویدیو دیگه خدا نگهدار.